یکی از همبندی های سید محمد حسینی این چنین از اخلاق افتاده و متواضعش در زندان میگوید. اولین روز که آوردنش فکر کنم 16 تا بودن. سید و یکی دیگر رو دادن اتاق ما. من مسئول اتاق بودم، باید تحویلشون میگرفتم. تو زاغم بودم که اومد جلو، دستشو دراز کرد سمتم و گفت سلام سیدم. بهش گفتم خوش نیومدی سید، ولی با امید خدا که خوش بری. با چهره‌ای، با حالش و نگاه خاصی که داشت به هم لبخند زد. حکمشو نمیدونستم که براش مهاره بزدن. چون تختا جا نداشت تو اتاقمون همون شب دادنش توی یه اتاق دیگه. شایان که باهاشون اومده بود و تو دادگاه هم بود، تو اون چند ردیف اولیه به هم گفت که براش اعدام بریدن. تو اون چند روزی که اونجا بودم تا میدیدمش با هم احوال پرسی میکردیم. میگفت بزرگواری، روحیه بالایی داشت. یه روز تو هواخوری به هم گفت بچه کجایی؟ گفتم اصلیت تهرانیم. گفت اصغر خارجی رو میشناختی؟ گفتم ندیده بودمش، ولی یه ایران میشناسدش. به هم گفت اصغر رفیقم بود، من از بازمونده اونام. چند روز بعد رفته بود سلمونی. آخه هر وقت میدیدمش میگفت پرچمت بالاست، اونم میگفت بزرگواری. اومد پیشم گفت موهامو زدم به هم میاد؟ گفتم داداش عالی شدی. بعد گفت وقتی میخوان بکشنم بالا دوست دارم خوشتیپ باشم. منو انتقال دادم به یه سالن دیگه. اونایی که بار اولی بودن توی سالن یک بودن. اونایی هم که سابقه دار بودن رو میدادن سالن 15. بعد چند وقت منو دادن سالن 15 و تازه آزاد شدم. یکی از بچه های سالن 16 به هم گفت که دادنش سوئیت که فردا حکمشون اجرا بشه. بعد فهمیدیم که ساعت 3 صبح حکمشون اجرا شد. روز قبلش از سالن دیگه که بچه های دیگر رو آوردن تعریف میکردن که عاشق کره بود. به بچه هم گفت کره اضافه داریم؟ ولی به بچه های دیگه دلداری میداد و روحیش میگفتن عالی بود. ظرفای اتاقشون رو میرفت میشست و همه عاشقش شده بودن. و در آخر هم شنیدم پای چوبه دار گفتش جانم فدای ایران.